کیف، اوکراین. نیروهای روسی در حمله به اوکراین توانستند تا 10 کیلومتری اینجا پیشروی کنند. اما حالا روزها تنها در جبهه شرق و جنوب شرق در حال نبرد هستند. اوکراینی ها می گویند توانستند روزها را در جبهه شمال شکست بدهند. اما روزها ادعا می کنند تخلیه نظامی مناطق شمالی یک عقب نشینی تاکتیکی برای تمرکز بر تصرف شهر ماریوپول است. هر ادعایی که صحت داشته باشد بسیاری از مردم آواره کیف را بران داشت که به خانه هایشان بازگردند. و در همین گیرودار بود که اوکراین یکی از بزرگترین و مهمترین ناوهای روسیه را به نام موسکو منهدم کرد. در پی این اقدام روسیه هشدار داد کیف را مورد حملات موشکی سنگین قرار خواهد داد. در چند روز گذشته چند منطقه نظامی کیف هدف حملات موشکی ارتش روسیه قرار گرفت. شهردار شهر با ابراز نگرانی از وقوع این حملات از شهروندان کیف خواست فعلا به خانه هایشان باز نگردند. بسیاری از شهروندان امیدوار بودند با آرام شدن پایتخت بتوانند برگردند و کسب و کارشان را از سر بگیرند. من برگشتم خونه و محل درآمدم رو که آسیب دیده تعمیر کنم. معلوم نیست حالا با این وضعیت دوباره چی میشه، موشک میخوره یا نه. حالا دوباره باید برگردم خارج از کیف و با اقوامم زندگی کنم. ابو پرخوتسه بمبوسخویشک. زمان حملات روسیه خیلی ها کیف را ترک کردند، اما حدود 1 میلیون نفر از جمعیت 3 میلیونی کیف ماندن را بر آوارگی ترجیح دادند و حاضر نشدند شهرشان را ترک کنند. City, I love this country and I'm really proud to be here. واقعا با افتخار میگم که اینجا موندم و نمیخوام اینجا رو ترک کنم. در واقع میدونم اینجا امن نیست، اما باید اینجا موند و محافظت کرد. من دکترم و مسئولیت‌هایی دارم. ترجیح دادم بمانم و بیماران را درمان کنم. باید میماندم و به مداوای نظامی و غیر نظامی ها میپرداختم. خیلی در شهرهای جنگ زده اوکراین و اینجا در حومه شهر کیف کاسبی هاشون رو از دست دادن. تک و توکی هم که تونستن کاسبیشون رو به راه بندازن، بخشی از درآمدشون رو اختصاص دادن به بازسازی کشورشون. حدود 2 ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین گذشته است. جدا از تلفات جانی و مالی جبران ناپذیر، زدودن چهره جنگ از سیمای شهرهای اوکراین سالها زمان میبرد و تصاویر تلخ آن در ذهن نسلهای مختلف حک خواهد شد. و این میراث مشترک به جا مانده از تمام جنگهای بشر در طول تاریخ است. مهران عباسیان، کیف.